سلام و درود به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و با بزرگداشت سال روز حماسه جاودان شهادت سرور شهیدان امام حسین علیه السلام، لازم دیدیم که در ادامه سلسله برنامه اسلام رهایی بخش سراسر متضاد با بنیادگرایی، چند برنامه و گفتگو با استاد جلال گنجه‌ای را به فلسفه و رمز جاودان عاشورا و شهادت امام حسین که فدیه و فدای عظیم تکامل و توحید و انقلاب و رهایی است اختصاص بدیم. آقای گنجه‌ای، بسیار متشکرم که برای این برنامه هم دعوت ما را پذیرفتید. سپاسگزارم، فرصت مبارکیه، خدا را شکر. آقای گنجه‌ای، اگر موافق باشید مایلم گفتگومون رو با این پرسش آغاز کنم که ما به عنوان نیروی مقاومت در برابر ارتجاع حاکم بر میهنمون چرا عاشورای حسینی رو بزرگ می‌داریم و چرا روی این نقطه تشابه و اشتراک با ارتجاع آخوندی حاکم اینقدر اصرار داریم؟ خیلی جالبه سوالتون. اتفاقاً میباید اصرار داشته باشیم تا مشخص بشه که نقطه‌مون سر امام حسین با ارتجاع مشترک نیست. موضوع این هست که اون تصویری رو که ارتجاع آخوندی چه در طول این چند دهه‌ای که قدرت رو به دست گرفتن، چه قبل از این تا یه چند قرن حاکمیت این نوع اندیشه بر اذهان و محیط‌های مذهبی در ایران، تصویری رو که از امام حسین با ابزارهای گوناگون منبر و مسجد و غیره داره که دارند مطرح کردند، اساساً جعلی است. امام حسینی که در واقعیت تاریخ نزدیک به 14 قرن قبل در مقابل معاویه و سپس پسرش یزید ایستاد و در سال 61 هجری، اول سال 61 هجری یعنی دهم محرم اون سال به شهادت رسید، اصلا این امام حسین نیست. حالا شما تصور بکنید که ما سکوت بکنیم، چه حل میشه؟ اون کار خودش داره میکنه، هم سابقه تاریخی ایجاد کرده، هم نوعی باور خبیث نسبت به یک دروغ ساخته شده و پرداخته شده سالیان قرنها. عرض به خدمت شما، برای از دسترس خارج کردن یک مشعل، یک ابزار، یک سلاح فکری و فرهنگی برای گشودن راه رهایی مردم که امام حسینه، امام حسین واقعی، بله، امام حسین تاریخی، نقشش اینه. بله. در نتیجه من گمان میکنم که برای این که بگیم در نگاه سراسر متضاد اسلام رهایی بخش که ما ازش صحبت میکنیم با به اصطلاح اسلام ارتجاع و بنیادگرایی، میبایستی به قضیه امام حسین در دیدگاه ما مصرانه بپردازیم تا این اشتراک جعلی از میان برداشته بشه و درست تفهیم بشه. بله، همونطور که اشاره کردین هیچ اشتراکی بین این دو دیدگاه نیست، ولی این بحث جالب و تازه‌ای هست که به نظرم لازم به توضیح بیشتر داره. آقای گنجه‌ای، منظورتون همین که میگیم هیچ اشتراکی با آخوندها بین این مقاومت؟ بله بله، عرض خدمت شما، به قول معروف قضیه منتفی به انتفاع موضوعه. ببینید،
موضوع امام حسینی که اینا رو بهش صحبت میکنند عبارت هست از یک پدیده مقدس مظلومی که خودشو به کشتن میده که یک عده‌ای شیعیان گناهکار راه بهش رفتن و حرمسرای حوریان و بریز و بپاش و خوشگذرانی بهشتشون حل بشه. اون چیزی که آخوندها بله مطرح میکنه. عرض به خدمت شما و حال اینکه واقعیت قضیه این نیست. امام حسین به طوری که اسنادش وجود داره علیه معاویه اعلام جهاد کرد. امیدوارم یادم نره بتونم توضیح بدم اهمیت این اعلام جهاد رو. اعلام جهاد کرد به خاطر اینکه یک حاکم منحرف و نامناسب برای مسلمان ها بوده که خودشو با زور به فریب تحمیل کرده بوده. مثلا موضوعیت امام حسین ایستادنش در مقابل حاکمیت منحرفیه که به نام اسلام به عنوان خلیفه مسلمان ها، خلیفه پیغمبر در میان جامعه مسلمان ها قدرت رو به دست گرفته بود. خب مثلا حالا قبل از اینکه من توضیحاتمو بدم خیلی قابل درک است، مثلا علی خامنه ای یا مرادش ارث گذارش خمینی اصلا برایشون صرف میکنه که از امام حسین رو صحبت بکنن که اصلا الهامی رو که میده این است که جلوی این تبهکارا که یک حاکمیت ستمکار هستن شومتر و خطرناکتر از معاویه و یزید. چرا؟ چون در قرن 21 در عصر آگاهی ها دارند اون نقش رو ایفا میکنند. خیلی خبیثتر هست و خیلی ابزارهای شومتری رو در اختیار دارن میگیرند. اون وقت امام حسین در مقابل معاویه اعلام جهاد میکنه. یک نوآوری در این اعلام جهاد هست که به امام حسین شایسته است و اون این هست که اصطلاح جهاد رو برای مبارزه داخلی علیه دشمن داخلی که به نام اسلام حاکم هست به کار برد، چون عامه مردم میدونن که جهاد جنگ علیه دشمن مهاجم هست. بله. یا نه علیه اینطوری که خود آخوندها تفسیر میکنن این جهادهای جهانگشایی علیه دشمنی که مهاجم هم نیست ولی میشه رفت به خیرش چسبید، اموالش رو گرفت، مملکتش رو تصاحب کرد، امپراتوری به اصطلاح اسلامی خلفا رو گسترش داد، کاری که کردن. خود معاویه یکی از قدرتمندترین فاتحان هست. این قسمت قبرس و بخشای بزرگی از ترکیه و اینا همه به دست معاویه فتح شد و به امپراتوری اون موقع اسلامی در حقیقت امپراتوری بنی امیه ملحق شد. از خدمت شما جهاد در منطقه امام حسین کاری است که اگر خدا بپذیره من و شما افتخارش داریم، علیه حاکمیت متظاهر به اسلام با چند من ریش و عمامه از اونجایی که منحرف هست ضد اسلامی است و در قالب اسلام داره جور و ستم میکنه به جون مردم رو به لبشون رسونده، این جهاد هست. پیشوای این جهاد هم بنیانگذارش در تاریخ اسلام با این تعریف امام حسین. آقای گنجی ببخشید، روشن هست که بله. هیچ نقطه مشترکی در میان نیست. بله بله. خود امام حسین این جهاد رو چگونه بیان کردن و مطرح کردن؟ بله خیلی جالبه. برای افواه اون موقع هم جهاد معنای خاصی داشته. بله، فرض رو بر این میذاریم که بینندگان ما به این قسمت های تاریخ آشنا هستن، یعنی باید آشنا باشیم. ببینید معاویه که اصلا سری در میانه سرهای پیشتازان اسلام نبود، حاکمی بود گماشته شده در شام، اولا مسلمونی بود با تمام اغمازها حد اکثر 2 سال سابقه
تا وفات حضرت محمد، یعنی جز مهاجرین نبود، جز کسانی که اسلام رو باید انتخاب میکردن پاش مایه میذاشتن نبود. بعد از فتح مکه ایشون هم عرض بخدمت شما توی اون موجی که قریش به اسلام گرویدن به اسلام گروید. بعد عرض بخدمت شما منتها حالا زمامداران زمانه اینو آدم مناسبی تشخیص دادن، فرستادنش استانداری به شام. این عرض به خدمت شما با لشکرکشی و فضاحت هایی که به بار آورد شد مدعی خلافت در مقابل علی ابن ابی طالب، و کار به نقطه ای رسید برای اینکه خونریزی زیاد بر مسلمان ها تحمیل نشه، امیرالمومنین علی پذیرفت که موضوع اختلاف بر سر خلافت به حکمیت گذاشته بشه. حکمیت به صورت مفتضحی، باید گفت به صورت خیانتباری، شکست خورد و این میان امیرالمومنین علی علیه السلام به شهادت رسید. مردم با امام حسن به عنوان خلیفه بیعت کردند، در نتیجه صفارایی بین امام حسن شد و معاویه. امام حسن هم با همون منطق که پدرش علی پای حکمیت رفت، پای صلح رفت. صلح ماده اصلیش این بود که معاویه خلیفه باشه ولی حق تعیین جانشین نداره، خلافت بعد از او لااقل با انتخاب ثواب دیده خود مسلمان ها باشه. اگر امام حسن نه، لااقل با ثواب دیده خود مسلمان ها. خب در این میان سال 51 امام حسن هم مسموم میشه با توطئه معاویه و زمام این جنبش یا در حقیقت وراثت اون عهدنامه و اون صلح میفته به دست امام حسین. این میان معاویه به صورت یک جانبه ای نقض پیمان میکنه و تصمیم میگیره که یزید رو به عنوان خلیفه خودش طبق سنت قبائلی، پسر به جای پدر، در رأس قدرت بنشونه. خب پیداست که امام حسین و بسیاری که چشمشون باز بود به اوضاع، صدای اعتراضشون بلند میشه. معاویه که خبرها به گوشش میرسه، نامه مینویسه به امام حسین که چه خبره، من گزارش های ناجوری از فعالیت های تو دریافت میکنم و اینها. این نامه سال 51 نوشته شد و جواب مشروحی امام حسین علیه السلام به این نامه میده. 51 یعنی 10 سال قبل از عاشورا و هنوز معاویه زنده بود. متن این نامه رو در منابع قدیمی به مسلمان ها آمده، از جمله من از الامام و سیاسی ابن قتیبه دینوری نقل میکنم که از محققین و مورخین سرشناس قرن سوم هجری هست، خیلی چهره شناخته شده ایه. قسمت هایی از این نامه رو به اختصار برگردانش من براتون بخونم که مشخص بشه که موضع امام حسین چی بوده. خطاب به معاویه: من تا اینجا عزم جنگ و معارضه با تو نکردم، در حالی که به خاطر ترک چنین معارضه و جنگی از خداوند بیم دارم. معارضه با تو و با حزب پیمان شکن و مباه کننده مرزهای ممنوع، حزب ستمگران و دستیاران شیطان. حالا به چند تا جرائم معاویه رو امام حسین اینجا ذکر میکنه، مقایسه بکنید با جرائم این آقایونی که الان
خلیفه و ولی فقیه جامعه مسلمان ها هستن. آیا تو قاتل حجر نیستی؟ حجر یکی از صحابه پیغمبر بوده، وفادار بوده به حضرت علی و با معاویه رابطه خوبی برقرار نمی کرد. او را همراه یاران عابد و خاشه وی در پیشگاه خدا او را کشتی. اینها کسانی بودند که با بدعت آفرینی دستگاه تو مخالفت داشته و دعوت کننده به نیکی و بازدارنده از زشتی بودند. این یه جرم. تو به آنها امان دادی که بیان شام با تو مذاکره بکنن، به اعتراضاتشون برسینی، بعد غدارانه و ستمکارانه اینها رو گیر انداختی در کمین و کشتی. این یه جرم. آیا تو زیاد، پدر ابن زیاد معروف، زیاد را که فرزند زنا بود بر خلاف سنت پیغمبر که بایستی این چنین فرزندی به مادرش نسبت داده بشه، به پدر زناکارت ابو سفیان نسبت ندادی، اونو برادر خودت نخوندی تا که اینطوری اونو به جان و مال مسلمانان مسلط بکنی؟ معاویه، خدا را گویی خود را دیگر در شمار امت مسلمان نمیدانی و مسلمانان را از آن خود نمیشناسی. آیا تو حضرمی را نکشتی؟ یک مورد دیگه شبیه چیز. حالا جمله حساس. اما من حسین هیچ بلیه ای را دردناکتر از امارت تو بر مسلمین نمیشناسم و سوگند به خداوند که عملی را برتر از جهاد بر ضد تو سراغ ندارم. ببینید کلمه جهاد رو بر ضد معاویه کسی مثل امام حسین داره به کار میبره و طبعا چه کسی زی صلاح‌تر از این که این عنوان دینی رو به جای خودش به کار ببری. اگر بدین جهان جهاد موفق شدم، بله، به منظور تقرب به خداوند جهاد خواهم کرد. یعنی اندیشه قیام کربلا سال 51 مطرح بوده در مقابل معاویه. و اگر موفق نشدم، به عنوان یک متلین و بنده خدا به درگاه خداوند توبه و طلب مغفرت خواهم کرد. یعنی گناه ترک جهاد با تو. امیدوارم شما رو خسته نکنم. نه خیر، خواهش میکنم. و از درگاهش درخواست دارم که مرا به چنین عمل و جهادی قادر و موفق بدارد، به صورتی که دوست می‌دارد و می‌پسندد. نامه رو اینجوری تموم می‌کنه. این موضع منه. جهاد با تو عهد کرد. آرزو می‌کنم که موفق بشم. حالا تو به 4 تا گزارش که به دست رسیده چیز می‌کنی، هر چه کید و حیله که دوست می‌داری بر ضد من ساز کن. این البته اسناد دیگر رو که در این زمینه نگاه میکنیم، امام حسین بیکار نبوده، دائما هشدار میداده به سران، به چهره های مسلمان ها. نمونه هاش در منابع مختلف هست، از جمله یک خطبه خیلی معروفی در طواف العقول هست. هشدار میداده که خداوند شما رو نخواهد بخشید. شما احترامی رو که در میان جامعه مسلمان ها دارید برای این هست که در مقابل ستم حاکم برشون حرف بزنید، موضع بگیرید. متاسفانه به رغم اشتیاق و تمایل امام حسین، همراهان رو که باید تا معاویه زنده بود فراهم نشد و حوادث به نحوی چرخید که قرعه قیام و شهادت موقعی نصیب امام حسین شد که دیگه معاویه در کار نبود و یزید بود. ملاحظه میکنید که این چهره امام حسین هست.
شما ممکن است نمیدونم چقدر درگیر بودید با این مسئله. قرنها این دستگاه امام حسین رو معرفی کرد که یک مظلومه، بیپناهه، ترحم انگیزی بوده، یک تقدیر آسمانی بر این بود که این کشته بشه تا بقیه گناهکاران عالم، گناهکاران امت لااقل خاطرشون جمع باشه که یک شفیعی دارند و به خاطر چند قطره اشک برای این شهید، برای این شفیع بهشتشون با حرمسراهاش تضمینه. این اوایل انقلاب هم نمیدونم بیارتون هست، فکر میکنم اولین نطقی که خمینی چند هفته بعد از سقوط شاه کرد که من وقتی که از رادیو میشنیدم واقعا تکون خوردم، با اینکه خمینی رو میشناختم ولی انتظار نداشتم اینقدر سریع بسیار با صراحت گفت که روزه و محافل حسینی همون روزه به شیوه سنتی، چون این وسط میدونید که تحولات زیادی پیش اومد، هم در حوزه علمیه بیانهای نوعی از امام حسین به میان آمد که چقدر در مقابل اونها کریه سران حوزه استادگی کردند. بعد از خدمت شما در بیرون حوزه سخنوران و محققان متعددی سعی کردند که چهره واقعی تری از قیام عاشورا رو ترسیم بکنند، کم و بیش این در محافل مذهبی تأثیر گذاشت، کم و بیش حالت یادبودها و مجالس حسینی تغییر کرد. شاید اوجش کتاب راه حسینی است که به عنوان کتاب نوشته شده توسط شهید احمد رضایی توسط مجاهدین منتشر شد که جوهر انقلابی امام حسین رو، حرکت امام حسین رو سعی کرد تشریح بکنه. این کتاب هنوز بی جایگزینه، خیلی تصویر یعنی در حقیقت تحقیق ارزشمندی رو عرضه میکنه. خب اینها باعث شده بود که در جامعه تکانهای جدی در جهت شکست شدن امام حسین جعلی که دستگاه آخوندی طی قرون ساخته بود برداشته بشه. آقا آمد در حکومت، خمینی رو میگم، قرار گرفت و امام حسین سنتی. الان هم که نگاه میکنیم به صحنه تبلیغاتشون همون مزخرفات، همون اراجی، منتها دیگه با شیوه های موسیقی امروزی و رپ و غیر و زالک و اینها رو دارن دنبال میکنند. بله، بسیاری از همون طلبه هایی که گفتین نیروهای جوان حوزه از هواداران مجاهدین در زندان ها، خودتون شاهد بودید. بله، بله، بله. که این اندیشه رو بله. هم گسترش میدادن. بله. این امام حسین سازی جعلی که اشاره کردید رو چگونه جعل کردن، چگونه به اصطلاح به کرسی نشوندن، کرسی که خودشون میخواستن؟ عرض به خدمت شما، حقیقتش این هست که اگر ما انگیزه این جعل رو در نظر بگیریم، ببینید این جعل رو کی بهش نیاز داره؟ درجه اول قدرت حاکمی که وضعیتی شبیه معاویه داره، که اگر امام حسین واقعی در عرصه مطرح باشه، یعنی مردم رو دعوت میکنه به جنگ و جهاد و ایستادن در مقابل این معاویه. پس اولین کسانی که زینف هستن، کسانی هستن که به نام اسلام بر علیه سوارند. حالا اینو در تاریخی نگاه بکنیم، اولش خود بنی امیه که امام حسین رو کشتند. خب اونها در قضیه امام حسین در یک برهه البته کوتاهی، چون زود به شکست انجامید، سعی کردند این چهره رو، معذرت میخوام این کلمه رو به کار میبرم، این چهره رو لجنمال بکنند، شبیه همین شیوایی که امروز هم به کار میره، منافق و التقاطی و نمیدونم غیر ذلک. اونها لقبی رو که برای امام حسین درست کردن خروج کرده،
بر جامعه مسلمان ها، بر خلیفه مسلمان ها، خلاصه قدرت مسلمان ها رو مورد تهدید قرار داده. از به خدمت شما، شاید فرصت پیدا نکردن در مورد امام حسین مثل حضرت علی بگن که اهل نماز و مسجد و امام غیر زالک اینها هم نبوده، یا مثلا لعنش بکنن. به هر ترتیب اینجوری شروع کردن، فتوا همینجوری صادر شد، لشکرکشی همینجور شد. بعد از شهادت هم به طوری که اظهار نظرهای توی مجلس ابن زیاد و یزید و غیر زالک میبینیم تو همین چارچوب هست. این خیلی زود شکست خورد، چون در جا به طور خودجوش بعضا توی مجلس یزید و ابن زیاد صحابه پیغمبر بلند شدن اعتراض کردن که این مزخرفات چیه تو میگی؟ و معلوم شد نمیگیره. یا از به خدمت شما، جابر بن عبدالله صحابی معروف بلند شد، یک عالم راه رو، اون موقع نابینا هم بود، کوبید آمد به زیارت زیارت قبر امام حسین، هنوز که مزار نبود، تازه دفن شده بود، هم در یک جای غیر مأمور. عرض به خدمت شما در محل کربلای فعلی. اون وقت عرض به خدمت شما، در نتیجه سیاست بعدی که به اتخاذ کردن سکوت بود، یعنی به فراموشی دادن این واقعه. لذا شروع کردن فشار آوردن به کسانی که سعی میکردند این فاجعه رو زنده نگه دارند. بعد از اینکه حضرت زینب به امام علی بن حسین به مدینه برگشتند، 6 ماه حضرت زینب بیشتر تحمل نشد، با اینکه با امکانات محدود اون زمانه و فقط میتونست در دید و بازدیدهایی که چون زن بود دیگه، منبر نماز جمعه رو که بهش نمیدادن، از بخدمت شما در دید و بازدیدها وقایع عاشورا رو بیان بکنه، چنان که امام سجاد هم معروف هست که همیشه با چشم گریان فاجعه رو یادآوری میکرد برای مراجعه کنندگان و اینهاش. حاکم مدینه به یزید نوشت که اگه مدینه رو لازم داری، زینب نباید اینجا باشه، که تبعیدش کردن به مصر و چه بسا همونجا وفات کرد، چون الان در قاهره هم یک مزار و دستگاهی به عنوان مزار زینب بنت علی وجود داره که ناسازگار هست با مزاری که در شام معروف هست. حالا وارد این بحث نشیم که کدوم اسیر یا نه، ولی در این که تبعید شد به مصر و دلیلش هم ساکت کردن بود تردیدی نیست. بعدها هم فشار آوردن روی شیعیان که به زیارت نرند، اگر آثاری به وجود می اومد روی کربلا اونو از بین ببرند، که نهایتا در زمان متوکل دوبار تمام اون منطقه رو به آب بستن و کشت کردن و اینها و مزرعه درست کردن که از بین بری. این سیاست هم که تا اواخر بنی عباس تعقیب میشد، نتیجه لازم رو به وجود نیاورد. در نتیجه راهی رو که باقی موند تبدیل کردنش به یک اسطوره بیخاصیت غیر مبارزی که فقط توده های مردم رو، توده های ضعیف مردم رو، که اگر قبل از اسلام دردشون رو با بتی در میان میذاشتن، با نظری نیازی به این شیوه ها به آلام روحیشون یک مرهمی پیدا میکردن و حالا احتیاج داشتن به یک امامزاده، به یک زاویه پناه ببرن، این امام حسین رو نشوندن توی این زاویه و تبدیلش کردن به یک امامزاده ای که همیشه دور قبرش ملائکه موج میزنند و پای زوارش رو میبوسن و نمیدونم هر قدم برای زیارتش اینقدر ثواب داره. من نمیخوام بگم این ثواب رو نداره، ولی لابد برای زیارتی که زیارت امام حسین باشه، یعنی کسی که سمبول مبارزه و ایستادگی اینا بوده، نه یک عرض به خدمت شما حاله
مقدسی که تقریبا شبیه همون بلایی که قبلا بر مسیح علیه السلام وارد شده بود، کردنش خدای پسر که به درد دربارهای مسیحی عرض به خدمت شما جنگ‌های صلیبی می‌خورد. این بلایی بود که سر پرونده امام حسین وارد کردند. حالا اجازه بدید من یک بار دیگه با اینکه جواب دادم برگردم به سوال اولتون. بله. ببینید یک سابقه ای داریم که تفسیر نوعی از جهاد برای رفع ستم داخلی رو مطرح کرده، پیشواش امام حسینه. درست در زمانی که ما لگدمال شدگان یک ستمکار به اصطلاح دینی دیگر هستیم که فریبمون داد و روی شعار آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و اینهای انقلاب 57 سوار شد و آمد و ما از این سابقه میتونیم برای افشای این چهره کریک استفاده بکنیم، آیا واقعا حق داریم؟ از این پرچم، این سابقه، این شمع راه استفاده نکنیم و مثلا فرض بکنید که برای چهار که خوش آمدن چهار تا نمیدونم چه کلمه‌ای به کار ببرم، چون کلمه دم دهانم بود که بگم چهار تا مثلا روشن فکر ناشی، ولی همچه خیلی به روشن فکر نمیخوره، زیادم ناشی نیستن، چون خیلی اینهایی که دوست دارن که دستگاه امام حسین سپرده بشه به این حاکمیت ارتجایی به نحوی با مقاومت و مبارزه هم مسئله دارن. به هر ترتیب ملاحظه میکنید که ما اصلا در نقطه مشترکی نیستیم، اصلا از امام حسین مشترکی صحبت نمیکنیم، توجه میکنید، و اصلا حق نداریم غیر فعال باشیم نسبت به این پیشوا و این سابقه تاریخی که خدا رحمت بکنه به یاد شهید گلسرخی افتادم، که واقعا بیش از این که به یک مذهب یا به یک دین تعلق داشته باشه، البته گلسرخی گفت به خلقهای خاورمیانه، ولی به جنبش های آزادی بخش و راهی بخش به تکامل جو تعلق داره، اون هم با یک سابقه 14 قرنی. بله. آقای گنجی، با بحثی که مطرح کردین، اگر بخوایم قیام امام حسین رو جمع بندی کنیم چطور جمع بندی میکنیم؟ خیلی ممنون. سه تا جمله کافیه. یک، همونی که چند بار گفتم و تکرار کردم، قیام امام حسین جهاد علیه حاکم اسلامی منحرف و در حقیقت ضد اسلامی بود، اسمش معاویه یزید، عرض به خدمت شما حجاج ابن یوسف، خمینی، خامنه ای، هر چی باشه فرق نمیکنه، امام حسین موضعش جهاد با این تجسم های فسق و فساد هست. دوم، اون چه که خاندان پیغمبر کردن به ما می آموزه که نباید اجازه داد که داستان امام حسین با سکوت یا با واژگون بیان کردن لوس بشه، می بایستی از این مرزها دفاع کرد و حمایت کرد. بله. و اخیرا نظر به ماهیت این جنبش و عنوان جهاد که امام حسین بیان کرد که یک فریضه دینی تعطیل ناپذیر هست، نظر به هر دو، حادثه عاشورا یک حادثه منقضی شده و متعلق به 14 قرن قبل نیست. این جهاد، خدا یادشو همیشه زنده نگه داره، همونطوری که شهید ما گلسرخ انقلاب مهدی رضایی گفت، تا ظلم هست
مبارزه هست، تا وقتی که ستم به نام دین جریان داره قیام امام حسین هم میبایستی ادامه داشته باشه. به عبارت معروف خود خاندان پیغمبر، کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا. از این بابت هیچ روز غیر عاشورایی نداریم و هیچ سرزمینی و نقطه جغرافیایی نامناسب برای اینکه یک کربلا در اونجا برقرار بشه، یعنی یک رودررویی مجاهدانه با قدرت ستمکار زیر عبای دین و زیر ماسک اسلام، هیچ نقطه جغرافیایی از این مستثنا نیست. این جنبندی که با درک ناقص این جانب از قیام امام حسین داریم. و اون چیزی که میبینیم فرزندان پاکباز این میهن در به تأسی از امام حسین علیه این رژیم ضد اسلامی و ضد ایرانی پیاده کردن در این سالهای مقاومت. آقای گنجی بسیار متشکرم از این برنامه و بحث شما. اجازه بدین که در طی دو برنامه آینده هم بحثمون رو بپردازیم به همین رمز و راز و فلسفه قیام حسینی. سپاسگزارم. چشم. خیلی ممنون. ممنونم. تشکر میکنم از هم میهنان عزیز. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما.